All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master. دا ځل موږ تاسې د حاجی شاهکیم لامې میلمانه یو. حاجی صاحب حج المبرور سیل مشکور ډیر ښه راغلاست. حج مو مبارک سه، حج مو قبول سه. مننه، تشکر. حاجی صاحب تاسو د لومړي ځل لپاره چې د خدای کور کعبه مو له نږدې څخه ولیدله او ستاسو په سترګو شپله، تاسو څه احساس وکړئ؟ عجیب احساس دی. هر انسان، هر مسلمان چې د اولین پلا دپاره یې په کعبه سترګې لګیږي، یو احساس د خوښۍ ورته پیدا کیږي چې د خدای په کور یې سترګې لګیږي. موږ ته یو احساس د خوښۍ پیدا شو. الله اکبر مو ویلې، سترګې مو پرې ولګېدلې او په لبیک مو ویلې او روان وو. زه که وګورم په خدای شاید هلته زوفه کړم. تاسو د حج مناسک د کوم ځای نه پیل کړی؟ موږ فقط د حج مراسم د عرفاتو نه پیل کړ. عرفاتو ته ولاړو، دغه ځای نه په سهار مو شیطان وویشته او قرباني مو وکړه. بیرته ولاړو فرضي طواف ته، مکې معظمې ته. حاجي صاحب، آیا تاسو حجر الاسود د نږدې نه ښکل کړه او یا دا چې د لرې مسلمي ورکړه؟ ولا رښتیا درته وایم چې زه فکر کوم چې حجر الاسود به ډیر کم خلک مچ کي یا لمس کي، مګر زه د هغو جملو نه وم چې خوشبختانه دوه ځلې موافق شوم چې حجر الاسود ته سر ننباسم او هغه ښکل کړم. واقعا چې خوشبخته یې، ځکه چې ګران دوستانو هلته په میلیونونه کسان دي چې طواف کوي او د حج لپاره راغلي وي. په میلیونونو کسانو کې د حجر الاسود ښکل کول یا هغه ته لاس وړل ډیر مشکل کار دی، نو خو افغانان په دې برخه کې ډیر چالاکه دي. ګرانو هیوادوالو، د مکې په مسجد کې لمونځ کول د نورو ځایونو څخه یو لک مرتبه فضیلت لري. زما هدف د مسجد الحرام څخه دی. نو د حاجي صاحبان چې هلته د حج لپاره ځي، د لمونځ له اړخه هم ښه غني کیږي. بل هم همدغسې دی، موږ چې هلته وو یا ګرد حاجي صاحبان چې وو، هلته کوشش یې کوو چې دغه پنځه وخته لمونځ په حرم شریف کې وکړي. ولې دغسې دی چې یو لمونځ په سل زرو منځو حسابیږي، نو هر حاجي کوشش کوي چې دغه پنځه وخت لمونځ په حرم شریف کې ادا کړي. په ځانګړې توګه هغو کسانو چې ځینې لمونځونه قضا کړي دي، هغوی به ډېر خوشحاله وي په دې کار. طبعاً په مکې کې د خوړو کوم شی تاسو ته زیات خوندور تمامېدی؟ ولا اصلا خو هلته سړی د خوراک دونه هڅه نه کوي او نه په فکر کې وي، خو بیا هم خوندور زما شخصا ماته د غذای مستې وي. لکه څنګه چې موږ اورېدلی دي، حاجي صاحب وایي هلته هم خوراک کمیږي او هم یې ځواب کمیږي. بیخي ټیک دی. دا درته واقعیت وایم چې لکه معجزه غوندې خوراک هم زیات وي ولې ځواب یې کم وي. حاجي صاحب، تاسو د سمزم اوبه په څه کې راوړې او څنګه مو راوړې تر دې ځایه پورې؟ زمزم اوبه خو موږ هر حاجي حق درلودی چې یو بوشکه پنځه لیتره یا لس لیتره اوبه ځان سره راوړي. خو زموږ حاجیانو هم په ورځ چې راتللو، یو بوشکه مو لس لیتره تسلیم کړله د آریانا نمایندګۍ ته. بیا ما شخصا چون نور جنس کم راوړی او بیخي مې بار کم و، ډېر زیات زوره مې په د زمزم په اوبو اچولی وه. یو څوارلس لیتره مې ځان سره واخیستل، نور مې دا هغه ته تسلیم کړل آریانا ته چې تیاری کې راوړي. نو چې کته شو، کله چې په میدان وایي کې کته شولو، نور جنسونه یعنی ډور بیکونه کته شول و، چې پوښتنه مو وکړه د دوه سوه اوو حاجیانو هم یوه بوشکه د زمزم اوبه نه وي، نه وي راوړي اصلا، آریانا نه وي راوړي. موږ چې پوښتنه وکړله، ویل خیر بلبله تیاره کې به راشي، موږ به پوښتنه وکړو، تر ننه ورکې شولې. جز د دغه دوه سوه اوو حاجیانو نه چې ما د زمزم اوبه په غېږ کې راوړې وې، نور زه ته یو هم زمزم اوبه رانه وړي. بله،
اوس خدای خبر هغه جان زمزم دوبو پرځای کومي به خلکو ته زمزم پنه مورکی شاید کو التا جان ویل بس توخه وکړي چې د ساو به راوړو بیا نور ویل چې نه مونږ هشت تل دروغ نه وي دغه څه چې دي مونږ وبې نه دی راوړي مونږ خپل دوستان زړه خبره وکړو ډیر پرځای دي چې نعمتم باید دې د زمزم دوبو نه ګټه واخلي در کشور ما دوستای عزیز امی یک کسی که پیر شد باز میگه مرج میرم بله بله آه. در حالی که از دیگه کشورها رو ما دیدیم همش جوان نه دیگه حال شما جی صاحبا یک وعده به خداوند دادیم وعده را خود دادیم که دیگه گناه نمی کنیم از گناه های سابقه خود نادم و پشیمان بودیم توبه کشیدیم بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و دوستان برنامه مهمان یار باز هم خوش آمدین و ای بار ما و شما مهمان حاریس به حاجی شاکیم لامه هستیم. خب دوستای عزیز یک روز پیش از عید روز عرفه که معمولا در اینجا رخصتی می باشه در عرفات حاجی عزیز همگی استاد میشن و اونجا طلب مغفرت میکنند دعا میکنند. خب حاجی صاحب شما همون مراسم در عرفات در هوای که باید گرم باشه دیگه چطور سپری کردین؟ ما خواست صبح رفتیم و تمام حجاج یا تمام مسلمان هایی که بعد آمده بودن از صبح الا غروب آفتاب در میدان عرفات یا در کوی عرفات یا غندی های عرفات فقط دست به دعا ما طرف پروردگار خود بودن و با گریه و زاری و ناله همگی فقط از گناه های قبلی خود ندامت چیز میکردن و از خدا فقط طلب مغفرت میکردن. امی شیطان کت چی زدین و چقدر زدنشه؟ والا راستی بگویم که شیطان خو سه روزه نمیشه، روز اولی، دومی و سومی. ما خود طبق مو چیزی که یعنی است فهمیده بودیم به اندازه یک لوبیا یک سنگ باشه باید بزنیم، اما بسیاری مردم بودن که ما دیدیم راستی واقعا که سنگای بسیار کلان کلان گرفته و این شیطان میزدن، حتی دیدیم که بوتای خود کشیدن سر شیطان چیز کردن انداختن. بخلم زیاد سرم شیطان گفتی بودن طبعا دو بسیار بیروبار بود اگرچه دو منزل سه منزل هم جور شده بود، ولی زیاد احساسات مردم اونجا ما دیدیم که فقط شیطان را می زدن، احساساتشان زیاد بود نسبت به دیگه جا. دوستای عزیز اگر بخیر کدوم وقت نصیب ما شد که بخیر عج برم باز امی شیطان اگر دیدم که تو گولک می زنم میشه روز اول اید زده میشه او را زدیم و حرکت کردیم به طرف قربانی و از او منطقه چندین کیلومتر دور بود ما رفتیم حرکت کردیم پیاده و در قربانگاه رفتیم و گوسفند گرفتیم قربانی کردیم. باز یک قسمتشه از او قربانگاه کشیدیم و به اون مردم غریب و چهار اطراف که استاد بودن تقسیم کردیم، یک قسمتشه برای خودم دو اتاق بردیم استفاده کردیم. خب حاجی صاحب شما در عربستان به کدام شهرها سفر کردین؟ به کجا رفتین؟ ما صرف در ابتدا در مدینه منوره بودیم، بعدن به مکه معظمه رفتیم و وقتی آمدن شهر جده را دیدیم. خب آراسی در مدینه منوره کجا را زیارت کردین و آیا از کدام جای تاریخی هم دیدن کردین؟ بله بله ما از میدان احد دیدن کردیم، رفتیم به مسجد قبا رفتیم، به مسجد قبلتین رفتیم. مسجد قبا که اولین مسجد مسلمان است و تهدابشه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گذاشته اونجا رفتیم نماز خواندیم، در مسجد قبلتین هم. دوستای عزیز راستی هم وقت کسی عربستان میره امی تاریخ اسلام باز تصویری میبینه، تصویری میبینه میدان احد، شهدای احد که دفن هستن، قبر امیر حمزه صاحب اونجا در میدان احد میبینه به چشم خود. خب همتنان عزیز اما بعضی از حاجی صاحبا یا به خاطر ای که شاید معلومات نداشته باشن یا ای که شاید سنشان زیاد باشه
متاسفانه میگن که امی تمام مناسک حج به صورت درست و کامل به جای آورده نمیتونن. حاجی صاحب شخصا شما چقدر مطمئن هستین که تمام مناسک حج کامل و درست به جا کردین؟ الحمدلله ما تمامشه از روی راهنمایی که داده شده بود مکمل به ترتیب انجام دادیم. ولی ایگا پا باید بزنیم که در حج دو چیز کار است، یکی فهم و دانش کار است، یکی قوی فیزیکی. که هر دو باشه حج مناسکش به بسیار سادگی و به بسیار آرامی انجام میفه. بله، باز متاسفانه در کشور ما دوستای عزیز امی یک کسی که پیر شد باز میگه مرج میرم. بله بله. در حالی که از دیگه کشورها رو ما دیدیم همش جوان جوان به حج میرن، ولی متاسفانه در افغانستان که خوب پیر شدن باز به حج میرن و نمیتونن به شکل مناسک به شکل درست و صحیح انجام بدن. حتی حاجی صاحب ما شنیدیم که میگن یک کشور از دوستای عزیز وقتی که یک پسر و یک دختر با هم نامزاد میشن تا وقت عروسی نمیکنن تا که یک دفعه به حج نرن و واقعا هم دارید یک دوران نرچی میازی میده و انسان میتونه، یک مسلمان میتونه با تمام ظرافتهایش حج بجای کنه. ایش معلومات ندارم، خب من تا همه قدیدم که مالیزیا بود یا اندونزیا بود. بسیار جوان جوان اینو به سن سال خودت دخترایش و بچایش به سن سال خودت به حج آمده بودن. خب بخیر دعا میکنیم خداوند تمام جوانای کشور ما را به حج ببره و جوانان باید در کوشش ازی باشن که اونا هم حج کنن. در فکر ازی نباشن که والا باش که مویای سرم سفید چه و باز حج میرم. خب آجی صاحب، و حال که شما حاجی شدین و پس دوباره به خانه تان برگشتین، چی تغییراتی در شما آمده؟ کدام کارها را که شما سابق میکردین آل نمیکنین و او کدام کارهایی است که آل میکنین و سابق نمیکردین؟ والا سابق هم کوشش میکردیم که کارهای که خلاف هدایت اسلام سوره نکنیم، حالا هم کوشش میکنیم که نکنیم. منتها وقتی که آدم حج میره و بعدا برمیگرده کوشش میکنه که از بسیار گپای جزئی که او خلاف یعنی عقیده اسلامی باشه، خلاف دین و مذهب ما باشه، از او خودداری کنه. نه دیگه، حال شما جی صاحبا یک وعده به خداوند دادیم، وعده را خود دادیم که دیگه گناه نمی کنیم، از گناه سابقی خود نادم و پشیمان بودیم، توبه کشیدیم و کوشش میکنیم خدا واسه بده که هیچ گناهی از ما سر نزن. بله دوستای عزیز، یک روز سالهای گذشته به دیدن یک آجی رفته بودیم و بعد از که آمد آجی صاحب برای یک هفته یک گیران میکده قب پشیمان بود از کارکردهایش زیایش که مالا ما دیگه این کار را نمیکنم، اون کار را نمیکنم که گناه داره، این کار بد است، اون کار بتر است. باز یک ماه که تیر شد بعد زمان نفر سابقه بود بقلم باز سرش حج گشته. اون دیگه به انسان تعلق داره. خب دوستای عزیز، نشانی قبول حج یکی همیست که بعد از برگشت گناهان را که مسلمان مرتکب میشد از او باید جلوگیری بکنه و ما هم همی آرزو رو داریم که اولی که مسلمان ها و همتنان عزیز ما همی موقعی باش مساعد شود که به حج برن و دومی که یک حاجی واقعی باشن. هم دی خلق سرم رسته و که هم دی فرض ده که ده خلیل تر کعبه ده کعبه ده لویا چی ودان کری چوک ویران حرم دزره. د تلو ټلویزیون ګران ولیدونکو او د مهمانیار د خبرنې مینوالو، بیا هم په خبرونه کې ستاسو سره کلای کوم او دا ځل زموږ ستاسو یار حاجی شاهکیم لامی دی. حاجی صاحب تاسو څه فکر کوئ په داسې یو شرایطو کې چې زموږ ستاسو هیواد افغانستان لري او زموږ خلک زیاتره خوار و غریب و بیچاره دي، آیا زموږ هیوادوالو ته لازمه ده چې لاړ شي حج وکړي او که ښه به دا وي چې د غریبانو د بیچارهګانو سره مرسته وکړي؟ حج خو فرض دی، خدای فرض کړی دی او پنځم رکن د اسلام دی. دا په دې اړه نه لري چې
خلکو سره مرسته وکي او فریضه پریدي فرض پریدي مرسته وکي هغه دې مو کې او دا دې مو کې دا څه کسان هم شته چې نه مرسته کوي او نه اشته دي هم دې خلکو سره مرسته وکي هم دې فرض ده کې یو وار حج د هر مسلمان لپاره خدای فرض کړی دی دا فریضه باید ده کې د خلیل تر کعبه دا کعبه د لویه د خلیل تر کعبه دا کعبه د لویه چې ودان کړي څوک ویران حرم د زړه د حاجی نوم په ټولنه کې څه رول لري والله اول خو زه دا وایم چې څوک باید د نامه د خطر حج ته لاړ نشي بلکې خپل فریضه ده کې خسر د خدای د رضا لپاره حج وکي نه د دې لپاره چې څوک ورته حاجی حاجی صاحب وایي مگر دا د خلکو یو احترام ده هغه چاته چې د تل زیارت د بیت الله کړی دی خلکو ته په درنه سترګه ګوري ګران دوستانو بل ډیر مهم ټکی دا دی چې د دې حج په مراسمو کې تاسو وینئ چې په میلیونونه مسلمانان د نړۍ د ګوډ ګوډ څخه راځي او یو ځای کیږي اجي صاحب تاسو په نظر دا د مسلمانانو یو ځای کیدل مونږ ته څه درس راکوي او تاسو له دینه خپل څه نتیجه واخیستله دغه مراسم د حج په کال کې یو ځلی ترسره کیږي دا تر ټولو یو ستره لویه اجتماع د مسلمانانو ده علاوه د دې چې دوی دې هلته زیارت د کعبې کوي او حج کوي د یو بل سره آشنا کیږي مسلمانان که تور دي که سپین دي که د افریقا دي که د آسیا دي که د پنځه قارې د جهان دي ټول سره یو ځای کیږي او هلته یو مینه او محبت او ورورولي سره موجوده ده واقعا که تاسو لاړ شئ وګورئ یو تور پوستی تر څنګه کینی داسې ښه وضعیت درسره کوي روغبړ درسره کوي مثلا یو شی درته تعارفوي درکوي دغه صمیمیت او وحدت د اسلامي هلته ښکاره کی لوی شی له خیره او حاجی شی له خیره د ټلو ټلویزیون ګران ولیدونکو د مهمان یار خبرونه ادامه لري او دا ځل مونږ تاسو د حاجی صاحب شاهکیم لامې میلمانه یو د ډوډۍ خوړلې وخت را رسیدلې دی او نن مونږ شاید ډېر ډوډۍ په خواندو خورو ځکه چې د حاجی صاحبانو د ډوډۍ د حلالوالي پاکله شاید هیڅ شک نه وینو غومره چې مونږ دې درته تیار کړی خدای دې وکړي چې هغه پخ شوي خواړه تاسو ته خوند درکړي او لذت ورځنې یوسئ تاسو هم مونږ ته او زمونږ هیوادوالو ته دعا وکړئ چې یو ځل له خیر سره مونږ هم زیارت ته لاړ شو او مونږ هم تاسو ته دعا کوو چې له خیر سره د اکبر حج مو په نصیب شي مننه زه هم دعا کوم چې ټول هیوادوال ګرد مسلمانان په تیره زمونږ ګران هیوادوال په دې وتوانیږي چې دغه فرایض او دغه فرض پر ځای کړي او خدای واسو توان ورکړي مننه کوم اگران دوستانو اوسنۍ خبرونه هم دومره وه تاسو ټولو ته د خوشحالۍ نه ډک ژوند غواړم مننه ستاسو نم دغه د حج یو تحفه تا ته او یو نعمت ځان ته ده امید چې قبول یې کړئ مننه کوم خدای دې موږ ته هم توفیق راکړي چې پنځه وخته لمونځ په وخت سره ترسره کړو مننه